امروز میخوایم در مورد اولین تست شلیک موشک بالستیک توی ایران از روی شناور صحبت کنیم. زمانی که شهید تهرانی مقدم اواسط دهه 70 موشک بالستیک شهاب 2 رو از روی یه شناور توی دریای خزر شلیک کرد و تیم تحقیقاتی همراه ایشون تنها 12 ثانیه با مردن فاصله داشت. من سید محمد طاهری هستم. توی این قسمت از کمین مدیا امروز همراه ما باشید. برای اولین بار توی رزمایش پیامبر اعظم 18 ما با موشک‌های بالستیکی مواجه شدیم که از شناور پرتاب می‌شدن. موشک‌های خیبرشکن 2 با برد 1800 کیلومتر که از روی شناور شهید مهدوی نیروی دریایی سپاه شلیک شدن. اما خیلی از ما فکر می‌کنیم این فناوری و یعنی شلیک بالستیک از روی شناور برای اولین بار بود که توی این رزمایش تست می‌شد. در صورتی که سال‌ها قبل از اون و در اواسط دهه 70 شهید تهرانی مقدم برای اولین بار یک موشک بالستیک شهاب 2 رو از روی شناور شلیک کرد و فناوری‌های حاصل از اون پرتاب و سرریز دانشی اون تو بخش‌های دیگه موشکی به کارگیری شد تا امروز ثمر داده و یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های بالستیک سوخت جامد تاکتیکی ما به صورت عملیاتی شناور پرتاب شد. ماجرای دستیابی ایران به فناوری شلیک موشک‌های بالستیک از روی شناور به اواسط دهه 70 برمی‌گرده. درست در زمانی که تهدیدهای آمریکا علیه ما زیاد شده بود و اون موقع ما سلاح مؤثری برای بازدارندگی در مقابل آمریکایی‌ها نداشتیم. تازه موشک‌های شهاب 1 یعنی نمونه مهندسی معکوس موشک اسکاد بی و بعد از اون هم موشک‌های شهاب 2 یعنی همون موشک اسکاد بی با برد 500 کیلومتر یعنی 200 کیلومتر بردش اضافه شده بود و مهندسی معکوس کرده بود و در اختیار داشتیم. در کنار اون هم یه سری راکت‌های سوخت جامد مثل راکت‌های نازعات و زلزال و اینها توسط صنایع دفاع ساخته شده. شهید تهرانی مقدم اون موقع با دیدن این اوضاع طرح خیلی جسورانه‌ای رو مطرح می‌کنه و اینطور بیان می‌کنه که ما باید کاری بکنیم که دستمون بالاخره به آمریکایی‌ها برسه. اگر نمیتونیم برد موشک هامونو به لحاظ فنی افزایش بدیم، یعنی یه موشکی بسازیم با برد بیش از 500 کیلومتر، بعد بیایم موشکمون رو از نقطه شلیک کنیم که دست ما رو با آمریکایی ها برسونه. در همین اساس شهید تهرانی مقدم برای اولین بار طرح شلیک موشک بالستیک از روی شناور رو مطرح میکنه و اینطور میگه که حتی اگر این کار به قیمت انهدام اون سکو توسط آمریکایی ها باشه، ما باید با آمریکایی ها نشون بدیم که اگر اونها ما رو زدن، ما هم قابلیت زدن اونها رو داریم. در همین اساس این طرح توی صنایع موشکی نیروی هوافضای سپاه یا نیروی هوایی وقت سپاه مطرح میشه. شهید تهرانی مقدم توی فرماندهی موشکی نیروی هوایی سپاه یه بخش تحقیقاتی به نام مرکز تحقیقات شهید سنیخانی ایجاد کرده بود که البته بعدن اسمش میشه شهید سنیخانی و همین مدل طرحی که داشت و این ایده‌ای که داشت رو به این مرکز تحقیقاتی میده و اسمش رو میذارن طرح ظفر 66. در اون موقع تیمی که همراه شهید تهرانی مقدم بودن اجرای این طرح رو با تردیدهای جدی مواجه میکنن. میگن ما تجهیزات و امکانات لازم و دانش فنی که برای پرتاب موشک بالستیک از روی یک شناور لازمه نداریم و باید برای این کار تجهیزات جدیدی بسازیم. خب اما شهید تهرانی مقدم همه رو متقاعد میکنه که به لحاظ فنی این کار شدنیه. در اولین گام لازم بوده تا یک سکوی جدید برای پرتاب موشک بالستیک شهاب 2 از روی شناور طراحی بشه. خب یکی از الزامات این سکوی جدید مجهز بودنش به استابلایزر بوده تا بتونه تکانه‌های حاصل از حرکت شناور روی آب رو جبران کنه و به عنوان یه لرزشگیر عمل کنه و لرزش‌های حاصل از حرکت آب و شناور روی سطح آب رو حذف کنه و سکوی موشک رو توی حالت پایدار قرار بده برای شلیک. علاوه بر اون برای اینکه این سکو داره استتار و اختفاء خوبی باشه، بنا میشه که اونو توی این محفظه ای کانتینری قرار بدن. برای همین میان 3-4 تا کانتینر رو روی همدیگه قرار میدن و این سکو و موشک رو روی کف این کانتینر قرار میدن، به طوری که وقتی موشک عمود میشده فکر کنم فقط بخش کلاهک موشک از این محفظه ای کانتینری بیرون میومده. این محفظه ای کانتینری هم روی سقف متحرک بوده که سقفش توسط چند تا بازوی هیدرولیکی باز میشد. بالاخره بعد از طراحی سکو و استابلایزرهای لازم و تست هایی که روی اونها انجام میشه، بنا میشه این موشک از محلی توی دریای خزر به سمت هدفی در استان سمنان شلیک بشه. روز موعود فرا میرسه. موشک و سکوی اون روی یک شناور تقریباً 500 تنی قرار داده میشه و بنا میشه که این شناور حرکت کنه بره وسط آب و موقعی که هوا تاریک شد
دستور شلیک این موشک صادر بشه. اما تو همین اولین گام به مشکل برمیخورن. کاپیتان جوانی که قرار بوده هدایت کشتی رو به عهده بگیره، تجربه کافی برای هدایت این نوع کشتی رو نداشته و نمیتونه حتی کشتی رو از اسکله جدا کنه. برای همین به سراغ یک کاپیتان با تجربه تر با سن بالاتر میرن و اونو متقاعد میکنن که بیاد این کشتی رو حرکت بده. این کاپیتان پیر و قدیمی میاد این کشتی رو حرکت میده و کشتی به محل مورد نظر برای شلیک برده میشه. سطح محرمانگی این عملیات تا جایی بوده که حتی اون تیمی که توی استان سمنان مستقر بودن و قرار بوده که اصابت موشک رو گزارش کنن، نمیدونستن قرار موشک از کجا و به چه شیوهی شلیک بشه و فقط به اونها گفته شده بوده که توی این نقطه هدف یه موشکی قراره به زمین اصابت کنه. شب موعود فرا میرسه، همه آماده شلیک موشک میشن. شهید تهرانی مقدم توی بیسیم دستور شلیک موشک رو صادر میکنه. دکمه فایر فشرده میشه ولی موشک از روی سکو حرکت نمیکنه و عملا موشک شلیک نمیشه. کل این تیم تحقیقاتی توی بهتی فرو میرن. از همه عصبانی ترم خود شهید تهرانی مقدم. اونجور که تو کتاب مرد ابدی آورده شده، شهید تهرانی مقدم با عصبانیت هی قدم میزده. یکی از همرزمای شهید تهرانی مقدم به نام آقای محمد زاره که ما هم چند سال پیش تو خبرگزاری تسلیم با ایشون مصاحبه ای داشتیم و نکات خیلی خوبی رو تو حوزه موشکی به خصوص موشک فاتح 110 به ما گفتن. اونجا و در اون به نظرش میرسه که ایراد عدم شلیک موشک رو میدونه و متوجه این موضوع میشه که احتمالاً به دلیل نقص فنی که توی باتری های تأمین کننده برق لازم برای روشن شدن موتور به وجود اومده این موشک شلیک نشده. همین موضوع رو با شهید تهرانی مقدم در میون میذاره و به شهید تهرانی مقدم میگه احتمالاً این باتری ها عمل نکردن. به صورت کلی توی موشک ها یه سری باتری تعبیه میشه تا برق لازم برای فعالیت ابتدایی موتور رو تأمین کنن. گویا اون زمان این باتری‌ها به این صورت بودن که درونشون یک حباب‌های حاوی اسیدی تعبیه شده بود که با فشار هوایی که توسط شیلنگ‌های هوایی که از سکو می‌اومده و به باتری وارد می‌شده، این حباب‌ها می‌ترکیدن، این اسید آزاد می‌شده، باتری فعال می‌شده و برق لازم برای فعالیت موتور تأمین می‌شده. اما توی این مورد خاص، حالا به دلیل اینکه این باتری تاریخ گذشته بوده یا به دلیل هر چیز دیگه‌ای، این باتری فعال نمیشه و برق اولیه لازم برای حرکت موتور تأمین نمیشه. طرحی که آیزاره میده اینه، میگه من حاضرم برم اون پایین، برم کف این محفظه کانتینری، شیلنگ و هوا رو از سکو جدا کنم و بگیرم زیر موشک طوری که این فشار هوا به باتری اصابت کنه و باعث بشه این حباب‌های اسیدی بترکن و انرژی لازم برای به حرکت در اومدن موتور تامین بشه. اما نکته که اینجا وجود داشته اینه که این کار خیلی ریسک داشته. یعنی از زمانی که باتری فعال می‌شده تا زمانی که موتور روشن می‌شده تنها 12 ثانیه فرصت بوده تا ایشون بتونه خودش رو از این محفظه خارج کنه. ولی اگه تو محفظه میمونده بر اثر حرارت 3000 درجه‌ای که موتور موشک ایجاد می‌کرده قطعاً ایشون ذوب می‌شد و چیزی ازش باقی نمی‌موند. ایشون وقتی این بحث رو مطرح می‌کنه، شهید تهرانی مقدم موافقت می‌کنه با این کاری که انجام بده و قرار میشه یکی دیگه از نیروهای موشکی به نام شهید نواب که بعداً تو همین حادثه معلارد همراه شهید تهرانی مقدم به شهادت رسید، همراه ایشون به کنار سکوی پرتاب برن در محفظه کانتینری و این کاری که پیشنهاد داده بود رو انجام بدن. دوتایی با هم میرن پایین، شهید نواب شیر و محفظه هوا رو باز میکنه، ایشون شیلنگ رو میگیره زیر موشک. به محض اینکه اولین صدای حاصل از ترکیدن حباب میاد، سری دوتایی با هم شروع میکنن پله ها رو بالا آمدن و از این محفظه خارج شدن، طوری که موقعی که به سقف این محفظه و تقریبا آخرین پله ها میرسن موتور موشک فعال میشه و یک نفر دیگه از بچهای موشکی با یک کپسول آتش نشانی پایین منتظر بوده. موقعی که اینا پله ها میان پایین خارج میشن، اونها رو با کپسول خنک کنه و مانع از این بشه که آسیب ببینن بر اثر حرارت. بالاخره با فداکاری که آقای زارو و شهید نواب انجام میدن، اون شب موشک شلیک میشه و از محل دریای خزر با موفقیت به هدفی که براش تعیین کرده بودن تو استان سمنان برخورد میکنه. اما این طرح به دلیل پیچیدگی هایی که موشک های سوخت مایع داشتن و زمان بر بودن شلیک اونها و زمان بر بودن آماده سازی موشک های سوخت مایع کنار گذاشته میشه، ولی سرریزهای دانشی حاصل از این فناوری و این تست جسورانه شهید تهرانی مقدم بعداً تو سایر سکوهای پرتاب موشک و به ویژه همین سکوهای پرتاب موشک شناوری ما به کار گرفته میشه و ماحصلش این شده که امروز شناورهای نیروی دریای سپاه قادرن موشک‌های بالستیک تاکتیکی سوخت جامد رو با خودشون حمل کنن و عملاً برد عملیات موشکی ایران رو به بیش از 2000 کیلومتر افزایش بدن.